حمله مسلحانه بالای رنجر اردوی ملی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون سمارت را سابسکرایب نماید. دقایق پیش افراد مسلح موترسایکل سوار بر یک موتر رنجر اردوی ملی در حوزه نهم شهر هرات گلوله‌باری کردند که در نتیجه 3 تن منصوب اردو شهید و 2 تن دیگرشان مجروح گردیدند. این در حال است که گروه طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح 3 پیش شرط جدید را ارائه نموده میگویند تا زمان پذیرفته نشدن این شرط ها پیشبرد مذاکرات دشوار است. با گزارش سپوتنیک، منابع از دوحه به رسانه ها گفتند که هیئت طالبان رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه از زندان های حکومت افغانستان، بیرون شدن نام رهبران این گروه از لیست سازمان ملل و نظام اسلامی در افغانستان را به عنوان 3 پیش شرط برای آغاز مذاکرات صلح مطرح کردند. اما هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که از طالبان خواستند مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ را روشن کنند که جنگ کنی جایز است و یا خیر. این در حالی است که پایان جنگ در افغانستان همواره از سوی حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر جهان مطرح شده است، اما طالبان همیشه بر خواسته های این گروه تاکید کردند. از سوی دیگر طالبان یک روز پیش از مراسم ادای سوگند جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از او خواستند به توافقنامه دو جانبه صلح احترام بگذارد و تمام نیروهای آمریکایی را تا 2 ماه از افغانستان خارج کنند. این توافقنامه بعد از تقریبا 2 سال مذاکره بین دیپلمات‌های آمریکایی و رهبران طالبان در فوریه سال گذشته در قطر امضا شد. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید حفظ و اجرای شدن توافقنامه صلح قطر برای موفقیت مذاکرات بین‌المللی و پایان دوره جنگ مهم است. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.